درود خدمت علاقمندان و دوستان ورزش، عرض ادب و احترام میکنم. صمیمانه خدمت و با یکی از برنامه‌های سود با یک موضوع بسیار ویژه و فوق‌العاده جنجالی تو برنامه شما خدمتون هستم و درباره یه باند فساد مخوفی که در فوتبال ایران بوده و این روزها سر و صدای زیادی پا کرده، اسامی که اعلام شده حتما مفصل صحبت خواهیم کرد. میریم و برمیگردیم، در خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود از چنل سود در یوتیوب خدمتتون هستم. با افتخار به اتفاق دوستان خوبم، به خصوص شروین دوست خوبم و ادیتور برنامه، درباره اتفاقات و حواشی ورزش ایران صحبت میکنیم. امیدوارم در هر کجای دنیا هستی خوب و خوش و سلامت باشید و همواره ورزش رو در دستور کار قرار بدید و برنامه سود هم خدمتتون عرض بکنم که بسیار به خودش میباله. من و دوستانم که همراهان درجه‌ای که مثل شما بزرگواران ده. توی مقدمه هم عرض کردم درباره باندی باهاتون صحبت خواهم کرد، اسامی که هفته گذشته و بیرون درس کرده. و حالا قبل از اینکه من وارد این بحث بشم خدمتتون میخوام عرض بکنم که کشوری که از بالا تا پایینش فساد، غرق در فساد باشه، هیچ جای سالمی نخواهد داشت. ببینید الانی که مثلا میگن این باند وحشتناک فسادی که در مدیران بوده، در بخش اهالی رسانه بوده، در مدیران درجه بالای فدراسیون فوتبال بوده، چرا الان اسامی اعلام شده؟ به خاطر که ورزش عیان همه چیش، به خصوص فوتبال. یعنی خیلی طول نمیکشه اون فساد و اون پلشتی ها و لفت و لیس هایی که انجام میشه می حالا تو بخش های دیگه هم هست، مثلا مثل حالا بخش های اقتصادی، بخش هایی که دالون های تاریخی داره، یا مافیا کارتر هایی که در بخش پتروشیمی و نفت و اون ارگان های سیاسی هست، طول میکشه تا کار به بیرون درز بکنه و رسانه ها عنوان بکنن. چون یه بخشی هم هستش که اگه رسانه ای بشه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میان سراغشون و یه جورای رسانه ها خیلی جرئت نمیکنن وارد اون حریم بشن. اما توی ورزش کار راحت تره و اخبار زودتر به بیرون درز میکنه و خیلی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به خاطر که بخوان بگن ما پاک دستیم و سالمیم، اسامی رو بیشتر نشون میدن. یعنی فساد رو، باندش رو خیلی راحت تر میذارن در رسانه ها اطلاع رسانه بشه، چون به مردم میخوان بگن آقا نگاه بکنید ما چجوری داریم با فساد مبارزه میکنیم. اما این مدلی نیست. به خاطر چیه؟ به خاطری که همه چیز در این مملکت در اختیار سردمداران این نظام. یعنی ما بخش خصوصی به واقع نداریم، حالا چه تو ورزشه، توی چه صنعته، توی اقتصاده، ما خصولتی داریم، ما خصوصی نداریم. شما نگاه کنید لیگ‌های معتبر اروپایی رو نگاه بکنید، رشته‌های مختلف، اصلا دولت کاری نداره، فقط سیاست گذاری میکنه. اون بخش خصوصی، اون دپارتمان های مختلف، فدراسیون های مختلف هستن که اداره میکنن، اسپانسرهایی که میان و کار در دست مردم و بخش خصوصی و رسانه ها همیشه نگاه تیزبینی دارن به این ماجره ها و هر جایی که احساس بکنن کار داره خراب پیش میره میان و دودمان اون سیستم رو به باد میدن. اما در ایران این مدلی نیست. نگاه کنید شما، مثلا میگم دو تا تیم استقلال و پرسپولیس رو گفتم ما از وزارت ورزش گرفتیم و خصوصی کردیم، یه چیز کشک و مسخره‌ایه که به هیچ عنوان من تو برنامه مختلف هم عرض کردم این نظام قطعا تن نخواهد داد این دو تا باشگاه بخواد خصوصی بکنه. حالا تو جاهای دیگه مثلا سپاهان، فولاد، ذوب‌آهن میگن اینا خصوصی، اما این خصوصی نیستن، شرکت های اقمالی هستن که در نهایت باز مدیرانش رو دولت انتخاب میکنه. اما باندی که یکی دو هفته قبل صداش در اومده بود که در استان کرمان و در جنوب شرق ایران
دادگستری استان کرمان پرونده قطوری رو براش تشکیل داده، گفت در فساد و دزدی‌هایی که در باشگاه مس رفسنجان و در شرکت‌های اقماری مس ایجاد شده از سال 1400 به این ور، اصلا الان من رقمی رو دارم میشنم نزدیک 7 میلیون دلار که اصلا واقعا یه چیز عجیب و غریبیه. یعنی شما نگاه بکنید، اگر مثلا میگم این موضوع در ایتالیا بود، تو ایتالیا من مثال میزنم به خاطر کالچوپولی و اینا بود، پلیس یا در بالاتر از اون در فیفا بود، پلیس رفت سبلاتر رو، میشل پلاتینی و آقای شامپانی و همه اینا رو بازداشت کرد و بردشون زندان در دادگاه سوئیس. در ایتالیا یووه رو به لیگ دو فرستادن، مدیران زیادی رو مثل لوچیانو موچی رئیس یوونتوس و کسان دیگر رو پلیس اومد شبانه از خونه کشید بیرون، بردشون و در دادگاه‌های مختلف مجازات کردند، کاری کردن که پولا رو بعد برگردونن و مبارزه با فساد میکنن. اما اینجا قضیه برعکس. داستان از چه قراری بوده؟ داستان از این قرار بوده که گفتن سکه های بیشماری در باشگاه مس پخش شده، اسامی اومد مثل معاون باشگاه مس، مدیرعامل سابق باشگاه و سرمربی، حالا گفتن آقای ربیعی که الان در محمد ربیعی در ذوبان کار میکنه و در مس رفسنجان بوده، پولهای عجیب و غریبی رو خرج کردن، یا آدمای رسانه‌ای که اینها خریده بودن، مثلا پژمان راهبر الان دیگه اسمش در اومده دیگه، یه گادفادر، یه اختاپوس و یه فرد وحشتناکی که در رسانه‌های مختلف در سالیان قبل بوده، مشاوره‌هایی به تمام رؤسای فدراسیون فوتبال از آقای صفایی و کسای دیگه داده. همین ورزش سری که الان داریم می‌بینین مال دوستان اطلاعات سپاه و اون رفقایی که داشتن و ایشونو گذاشتن مدیر اونجا، در بسیار جاها مشاوره میداد و گفتن ایشون در همون بحث گرفتن سکه بوده، نزدیک 20-25 تا سکه گرفته، پولهای عجیب و غریبی گرفته و مشاوره میداده ایشون بوده. آقای خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران و عضو رئیس فدراسیون فوتبال بوده، این آدمی که پسر خودش رو آورده بود، داماد خودش رو آورده بود دیگه، سقر سندی گرفتن برای پسرش، یعنی یه خلاف کاملا آشکار ایشون داشت، خیلی عادی جلوه میداد، میگو اصلا مسئله این نیست و همه دارن انجام میدن. ایشون بود، رفتن به سمت رسانه ها، بگر از پژمان راهبر آدمای دیگه رو بازداشت کرده بودن، یعنی الان با سند من فکر کنم با وثیقه آزاده پژمان راهبر، یا رفتن گفتن در فوتبال برتر آقای هاشمی تهیه کنندش که اون هم یه آدم بسیار خطرناک و اطلاعاتی در شبکه 3 و سالیان سال اونجاست، ایشون رو گفتن پول گرفته، محمد حسین میساقی رو گفتن، محمد رضا احمدی رو گفتن، افراد دیگه رو از شبهای فوتبالی گفتن. بیام جلوتر، باندی که آقای خطیر و جواد نکونام در کمیته داوران و جاهای دیگه در سایت های شرط بندی، الان نگاه کنید مثلا من تو برنامه سود پلاس هم عرض کردم، آقای آتیلا حجازی خیلی راحت عادی رفته آقای حمید رستگار رئیس باند بت فوروارد برده اونجا، کسی که اصلا خودی سایت شرط بندی داره در استقلال و رفته با سرمربی استقلال داره عکس میگیره، با هم صحبت میکنن، میخندن. جالب اینجاست فیفا به صراحت گفته افرادی که در فوتبال دخیلان حق شرکت در شرط بندی و در زد و بند و این چیزها رو ندارن. بعد در تمرین استقلال آقای رستگار اونجا چیکار میکنه؟ ایشونو برید سابقهشو بخونید ببینید به چه زد و بندهایی بوده، چه سایت شرط بندی اصلا ایشون داره. در ترکیه با همین آقای آتیلا اجازی کلی پولای مردم رو بالا کشیدن. بعد میان این پروژه‌ای که تو استقلال شروع کرده بودن آقای خطیر، کمیته داورانی که کلا رسما در اختیار داشتن، خداداد افشاری اون صحنه مشهورش در بازی رفت داربی پرسپولیس استقلال، اون پنالتی که آقای بنیادی فر گرفت و دیدی که موقعی که گل زدن چجوری خداداد افشاری اون یه نفسی به راحتی کشید و خیلی صحنه تابلو بود، یا بازی برگشتشون آقای کاظمی داور مسابقه که اون افتضاح رو درست کرد، همه شاهدن دیگه. یعنی باند طوری عمل کرده که
تو همه جاهای فوتبال رسوخ کرده. بعد جالب اینجا آقای مهدی تاج میاد یه نگاه حق به جانب داره و میاد فرار رو به جلو میکنه. آقای تاج پای خود شما گیره، نایب رئیستون هست، آدمای دیگه اونجا هستن و رئیس کمیته داوراتون به راحتی آب خوردن پول گرفته. آقای سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات، مسابقات لیگ، کسی که خودش مسئول برگزاری مسابقات بوده اسمش توی لیست رشوه بگیرا و سکه بگیرا بوده. حالا فقط این اسامی در اومده، اسامی بسیاری دیگه هستن که موقع که اسمشون در بیاد یه زلزله به پا خواهد. یعنی اگه قرار بود یه عدالتی باشه، یه انصافی باشه، این افراد باید اسمشون کاملا مشخص میشد و معرفی میشدن به دادگاه و بسیاری از همین تیم‌های مثل رفسنجان، مثل استقلال و این تیم‌هایی که الان گفتن توی این بحث دخیل بودن باید سقوط کنن. ببینید موقعی که میگن یه مربی تیم پایتخت نشین، صدر تیم لیگ برتری مشهور و مدیر عاملی که برکنار شده، دیگه خیلی احتیاج فکر کردن نداره. مدیر عامل برکناری کیه؟ علی خطیره. سرمربی کیه؟ جواد نکونام، کسی که الان جدیدن خادم ما امامزاده ساله هم شده و تو اونور قضیه هم یعنی رفته با کل آدمای معروف نظام بسته و خودشو بیمه کرده که بتونه کارهای مختلف انجام بده. دمش هم میگم آتیله اجازی هم کارو خواسته راحت بکنه، رئیس سایت شرط بندی رو برده در تمرین استارو و جالب ایشون داره از شرافت و شرف و از این مسائل داره صحبت میکنه. آقای آتیلا اجازی، من کاری به هیچی ندارم، حضور حمید رستگار در تمرین استقلال معنی چیه؟ به نظر من این کارهایی که داره انجام میدی به سابقه، به حیثیت و به منش و اسطوره بودن ناصرخان اجازی که روی شاد باشه داره ضربه میزنه. من اگه نهادهای نظارتی هستن، اگه فدراسیون فوتبال برای خودش آبروی قائله، امثال آتیلا حجازی بعد برای چی بیان سرپرست استقلال بشن؟ کسی که با زد و بند و با شرط بندان طرفه میبره سر تمرین استقلال. من سوالم اینه، ایشون تو نیمکت استقلال روی سرپرستی چی کار میکنه؟ موقع که دارن شرط بندی میکنن سرمربی استقلال، مگه میشه جواد نکونام ندونه که ایشون کیه؟ هر کی بگه نمیدونم، ببینید شما مردمو که نمیتونید عوض بخوام نفهم حساب بکنید. حالا من میدونم حمله میکنن مثل برنامه قبلی به من هواداران استقلال یا ارتش مافیایی رسانه‌ای جواد نکونام، اما این داستان چیزایی که هست. جواد نکونام رفته با حمید رستگاری عکس گرفته، آتیل اجازه یه آدم معلومان ها رو برده سر تمرین استقلال، کلاهبرده‌شون هم که معلومه ایشون سال قبل موبایل مرحوم ناصر اجازی رو به عنوان کمک به خیریه به میلیاردها تومان فروختن، رفتن پولش زد و بند کردن، یا پولایی که در ترکیه گرفتن سر مردم و سر خونه سازی کلا گذاشتن. الان هست محمد حیرانی خودش استقلالیه داره رسما میگه آقا حضور آتیلا اجازی در استقلال زنگ خطره، یا خشایار محسنی، کسای دیگه دارن صحبت میکنن. اینا حرفای من نیست، این باند مخوفی که الان بسیارشون اسامشون در اومده و گرفتنشون با وثیقه، حالا آزادن یا دارن بالاخره یه کارهای انجام میدن، اینا نشون میده که آقا بدنه فساد در این مملکت واقعا همه چیز رو عوض میخوام به گند کشیده. موقعی رئیس فدراسیون فوتبال خودش سلطان فولاد ایرانه، از چی داره صحبت میکنه؟ آقای تاج شما اگه وجدان دارید بیایید درباره حضور پسرتون تو بحث مافیای فولاد صحبت بکنید، بیاید از حضورتون در فوتبال ایران صحبت بکنید که همه جا میگید من پول نگرفتم. با حضور در مافیای فولاد و فوتبال و همه این ماجراها برای خودتون رو تو ابد بستید. آقا بیاید اسامی این افرادی که تو فوتبال بودن رو معرفی کنید، خودتون هم که هستید یک جا همتون استعفا بدید که حداقل مردم بفهمن که آقا اونهایی که در فساد دخیل بودن خودشون میدونن چی کار کردن و مقامات بالادستی و اون نهادهای نظارتی میرن باهاشون برخورد میکنن. مگه در فوتبال ایتالیا موقعی که
باندهای فساد رو گرفتن، مگه فیفا اومد تعلیقشون کرد؟ خود فیفا، کمیته اخلاقی فیفا، خیلی از مقامات خود همین فیفا و هیئت رئیسه و اون آدمای بسیاری که در فیفا بودن و به فساد آلوده بودن، همشون رو در اختیار دادگستری سوئیس و جاهای دیگه گذاشت. پلیس رفت سراغشون. فیفا خودش داره این کار انجام میده و طبق اساسنامش داره کار انجام میده. آدمایی که در فوتبال هستن نه در شرط بندی بد باشن، نه در زد و بند بد باشن، نه در فساد. آقا نتایج تیم های مختلف شما نگاه بکنید دیگه، در بیرون زمین داره مشخص میشه. همین آقای سیدعلی که 2 سال قبل داور بازی پرسپولیس و استقلال بود، خودش داره اشاره میکنه تو کیفی که برای داوران میآوردن 20 سکه گذاشته بودن که ایشون بره سود بزنه و بازی رو در بیاره. یا مدیر عامل باشگاه مس میگفتش که آقا کمیته داوران عضوی از همونجا به من زنگ زده گفته اگه هوای ما رو داشته باشیم ما میتونیم تیمتون رو بالا بکشیم. انقدر راحت تو این مملکت دارن فساد میکنن، دارن پول مردم رو میبرن. آقا تمام فوتبال و تمام ورزش مملکت دولتیه و همش از پول بیت المال و اموال مردم ایران. شما چطور خواست خرجی میکنید؟ چطور پژمان راهبر باید 30 تا 40 تا سکه بگیره و میلیون ها تومن که به میلیارد هم داره؟ مثلا این ورزش سر رو شما نگاه بکنید، بری تهش رو در ببین چه پول هایی داره تو اونجا میاد. یک نفر نیست آقا، از نهادهای نظارتی که اسمشون هست نظارتی، برم ببینه تو ورزشگاه چه خبره، بری ببین چه کثافت کاری دارن انجام میدن، چه پول هایی داره رد بدل میشه. مربی میارن تیم درست میکنن، میگن آقا از ما بازیکن بگیرید نگیرید این کار انجام میدیم. امسال واقعا میگم سایت ورزش سه کاملا کنار استقلال ایستاد. بریم چند تا مصاحبه با جواد نکونام کردن، چقدر خط بهش دادن. ایشون توی همه جا هست و به خصوص ورزش سه. این امپراتوری رسانه که راه انداختن از اون آرش زواری که خودش پرونده باز کیفری داره تا افشین عبداللهیان، تا بیا همجوری واسه تو مثال بزنم، تا مهدی یکتا و جبری و افراد دیگه و سردستشون آقای پژمان راهبر، نهادهای نظارتی، قوه قضاییه. اگر میخواید شما سر تا پاک فاسد هستی، ولی اگر میخوای با فساد در فوتبال مثلا میگم یه جا رو پیدا کرده، شما زورتون که به آدمای بزرگ و گنده سیاسی و امنیتی نظامی نمیرسه، یا اگرم میرسه چون خودتونم تا کمر در منجلاب گیر کردید نمیخواید اونجا رو عیان بکنید، حالا که اومدید تو فوتبال تا تش برید آقا اسامی رو در بیارید. مگه میشه آقای افشاریان رئیس کمیته داوران باشه انقدر راحت دزدی و فساد داشته باشه؟ چجوریه داستانش؟ این امپراتوری رسانه‌ای که در استقلال است و با جواد نکونام داره کار میکنه و آدمای مختلفو داره میخره، دیگه نگاه بکنید. من نمیگم دیگه، کاملا مشخصه نتایج لیگ داره کجا داره رقم میخوره. آقای علی خطیر که الان میگن جزو احضار شده هست، چرا هیچ صحبتی ازش نیست؟ داورانی که بازی‌های دو تا داربی رو سود زدن یا داور بازی‌های دیگه‌ای که خیلی راحت مشخصه با این داوریشون معلومه که فوتبال در نتایج در زمین مشخص نمیشه و جای دیگه کامل داره نهادی نمیشه، اینو مشخصه مردم. و شما فکر کردید ببخشید اول می‌خوام هیچی نفهمم، مردم خیلی زرنگه و از همه بیشتر می‌فهمن. یعنی اولین اتفاقی که میفته مردم ایران مردمی هستن که به خوبی آنالیز میکنن همه چیز رو، به خصوص ورزش رو که دارن حرفه‌ای تعقیب میکنن و چون مسابقات اروپایی هم دارن میبینن کاملا میتونن مقایسه بکنن که آقا ما کجای اونا کجان. فساد در ایران در لایه‌های مختلف هست. ببینید این مدیران فاسد با ایران دارن چی کار میکنن.
شما همین سیل مشهد رو برید نگاه بکنید، مدیرانی که باید همشون رو برکنار میکردن یا استعفا میدادن از وزیر کشورش تا پایین تر، مدیرش میاد میگه آقا سیل کجا بود؟ این آب گرفتگی ساده است. اگر این ساخت و سازا، این لفت و لیسا، این دزدیا نبود، جون 14-15 تا آدم بیگناه هم گرفته نمیشد. مادری که با بچه‌هاش تو آب سیل بردشون منوز کجا هستن؟ بعد وزیر کشور ایران به راحتی میگه آقا میگه اینا رو مجانی خاکشون کنید، پول بهشون نگیرید. واقعا شرف ندارید شما. اگر داشتید این جنایت ها رو نمیکردید. در نهایت میخوام عرض بکنم که فوتبال ایران اگر ادامه بدن، مطمئنن این فسادی که دو باشگاه مس و لایه های مختلف فدراسیون فوتبال و رسانه ها به خود و صدا و سیما بوده انقدر کوچیکه در مقابل فسادهایی که در سپاهان و در جاهای دیگه هست از خود فدراسیون فوتبال، ماموریت هایی که میرن، پول های آنچه دلار های آنچنانی که دارن میگیرن، یا پول هایی که جاهای دیگه رد و بدل میشه، مال مثل که مال مثل رفسنجان یا هر کجا که هست، این فقط یه بخش کوچکشه. امیدوارم که عدالتی باشه و این افرادی که الان اسامشون اومده به سزای عملشون برسه. و واقعا داریم نمیدونیم که این همه آدم تحصیل کرده هستن که بیکارن، این همه آدم بیگناه هستن در سر تا سر ایران. سفرهشون رو برید نگاه کنید، خالیه. حتی قدرت خرید یه دونه نون هم ندارن، اما راحت طلب 50 تا سکه، 100 تا سکه، میلیون ها تومان. آقا یه مدیر برنامه تو همین آدما 80 میلیارد اول فصل پول درآورده، مگه میشه همچین چیزی؟ کجای دنیا همچین داستانی هست؟ برید ببینید سابقه شو، سوادش و رفتارش و این چه بساطی درست کردید. امیدوارم که حقایق بیشتر برملا بشه تا مردم بفهمن که تو ایران چه خبره و حق به حقدار برسه. تا این سیستم و این نظام هست، عدالت در ایران اجرا نخواهد شد و اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم که ایران به جایی برسه که مردم ایران بتونن حرف بزنن، مردم ایران بتونن از حقشون دفاع کنن و به اون چیزی که حقشونه که همونا بهترین هاست برسن، چون مردم ایران شایسته بهترین. در لحظات پایین دوست خوبم شروین زیرنویس کن راه ارتباطی ما و شما رو لطفا ما رو همراهی بفرمایید و مطمئنن افتخار من و دوستانم حضور شماست. حتی اگه یک نفر این ویدیو رو نگاه بکنه، بنده به سهم خودم همه جوره ممنون میشم. شب و روزتون خوش، خدا یارتون.